سلام به همه آبیا، اس اس یا تاجیا و همه ایرانیا و فارسی زبانای جهان به کانال خودتون خوش اومدین. بریم با هم دیگه مصاحبه جنجالی سمیعی مدیر عامل استقلال در مورد میزبانی و اینا رو بشنویم که خبرنگارام حسابی بهش گیر دادن و جر و بحث شد. بعدش هم بریم روزنامه‌های ورزشی رو ببینیم که با مدالای خوش رنگی که توی المپیک گرفتیم چند تا آیتم ویژه داریم. بعد از جلسه هماهنگی که سمیعی به همراه درویش مدیر عامل آفساید پلیس داشتن برای اینکه وضعیت میزبانیشون مشخص بشه بیرون اومدن، هر دوتا رو سوال پیچ کردن. درویش که دوباره کلی از خبرنگارا رو به در و دیوار زد و بهشون گفت که شما فقط می‌خواید یه مقداری حاشیه درست بکنین. سمیعی هم خیلی دست کمی از اون نداشت، شروع کرد به جر و بحث کردن. مصاحبهشو گوش بدیم. بر مربیش ایشون بازیکن رو انتخاب می‌کنه. اتاق کدر رسانه‌ای باشگاه استقلال تو فصل جدید قرار شفاف بشه. ما نه هیچ مصاحبه ای، نمیدونم شما ممنون مصاحبه کرد یا ممنون مصاحبه کردن آینه کنامو، مثلا این قرارداد ها میاد بیرون که شما یه سری قرارداد میمندید، اگر هم اینقدر دفاع میکنید از قراردادهاتون چرا پنهان میکنید و همه چیز رو داری تفسیر رسانه میندازید؟ چرا پنهان میکنید؟ نه الان شما میگید چرا پنهان؟ به این جر و بحث از همین سوال اول شروع شد، گفت که چی رو پنهان کردیم، چی رو پنهان کردیم، تو داری میگی پنهان. ببین یه مقداری این بخش رسانه‌ای استقلال امسال بحث برانگیز هست و خب جواد نکونام حرف نزدنش که خیلی هم خوبه. کدوم سرمربی تو دنیا رو می‌بینین که تو فصل نقل و انتقالات هی بیاد حرف بزنه، اونم در مورد نقل و انتقالات و اینا؟ خیلی کم، به ندرت. شاید کارلو آنجلوتی بیاد یه مصاحبه بده بیرون تو این دو سه ماهی که بین تموم شدن لیگ قبل و لیگ بعدی که شروع میشه مثلا بخواد یه مصاحبه بکنه، اونم تازه شاید در مورد مسائل کلی باشگاه صحبت نکنه، در مورد یه بازیکن مثلا نظرشو بگه. ولی اینجوری اصلا عرف نیست و اینکه اتفاقا صحبت نمیکنه به نظر من خیلی هم بهتره اگر بهش گفتن نکنه. ولی در مورد اینکه اطلاع نمیدن در مورد قرارداد و اینا که دیگه این وظیفه باشگاهه، به نظر من این کاریه که باشگاه نکرده. ولی حالا سمیع جر و بحث رو شروع کرد. چرا پنهان کردیم؟ من روز اول گفتیم دو تا بازیکن قرارداد بستیم، پنهان نداشتیم. نه باشگاه اعلام رسمیش از طریق باشگاه، نه باشگاه اطلاع رسانیش قرار رسمی کنه که دیگه. نه ببینید، بحث اندونگ و کاکوتاست، دوتاشونو قرارداد بستیم تموم شده. یه خبر خوبم به استقلالیا بدم، اونم اینه که اندونگ هم اومد پیج رسمی باشگاه رو فالو کرده، یعنی کارش تموم شده. قطعا میاد. حالا یه بحثای ریزکاریایی دارن که این دو نفر رو بخوان صبر بکنن، بالاخره قبلیا باید حذف بشن، این دوتا رو بتونن صبر کنن. یکم یه ریزکاریایی داره ولی قرارداد بسته شده. قرار نیستش که ببینید، در روز هم خدمتتون عرض میکنم، در روز علاوه بر یک سری پیجها و یک سری فلانا که روزی بالا 70 80 تا خبر فکر منتشر میکنن، متاسفانه رسانه و خبرگزاری ما هم یک سری اخباری رو منتشر با واقعیت منطبق نیست. دقیقاً یادتون باشه یه سری در مورد کاکوتا که گفتن ایغمارک رد کرده و از این حرفا، از یه خبرگزاری رسمی بود که به دروغ گفته بود و میخواست یه جورایی استقلالیا رو اذیت بکنه. حرف سمیعی کاملا درسته. ما نمیتونیم صبح تا شب بشینیم توی پیج رسمی باشگاه و اخبار و کذب و هی تکذیب بکنیم. همین دیشب، دیروز، پریروز، دو سه روز اخیر در مورد بازیکن خارجی ما تا دلتون بخواد اخبار کذب منتشر شده. خب هوادارم انتظار ما پاسخ بدیم. ما در مقابل هوادار ما خاضع و خاشع هستیم، اما از رسانه ها انتظار داریم که چیزی که 100% مطمئن نشودند اینو منتشر نکنند. چون در مورد کاکوتا یا در مورد اندونگ شما این چقدر خبر اومده بیرون، آ کجای دنیا اینطوریه؟ باشگاه ببینید، نه نه اتهام نمیزنم، نه نه اجازه بدید عزیزم ببینید، از امر که ادبی آقا شما پاسپورت نیستی برادر من، شما پاسپورت نیستی عزیزم، عزیز من جمله رو ببین، شما پاسپورت نیستی، ادبیات تو درست کن. راست میگه آخه، ببین وظیفش چیه؟ بگی که آقا ما اینا رو ثبت کردیم، حالا یه سری قرار باشه هی بیاد بگه که نمیشه، من با این قضیه موافقم، ولی اینکه هیچی هم نگه سه روز سکوت بکنه بعد بیاد حرف بزنم درست نیست. ولی دیگه سمیع قاطی کرد کامل. من اصلا به شما پاسپورت نیستی، لعن شما عزیز من، شما لعن تو برو یاد بگیر که شما وقتی با مدیر عامل باشگاه داری صحبت میکنی چه جوری صحبت میکنی. شما نباید اتهام، شما پاسپورت نیستی، من اینجا متهم نیستم. نه کاری با شما نه کار داری با من اینجا وایسادی، کار ندی خب نباشین آقای سمیه. حالا کار داری برو نباز، نباشو گفت، نه عصبانی شده کاملا. ببینید چون طرف گیر داد، اینم از لحنش خوشش نیومد دیگه. حالا فارغ از این بحث،
تیم رسانه استقلال سال گذشته اصلا مدیر رسانه استقلال نمیشه، از این مسائل قرار فصل جدید هم ادامه داشته باشه. برخی دوستان رسانه‌ای به عنوان حالا راننده سرمربی شرکت این مسائل قرار ادامه داشته باشه، یعنی که این عبارات درست نیست، این عبارات در فوتبال ما راننده سرمربی یه بحثی از سرمورد آقای زواره‌ای که خب دیدین یه جورایی مثل راننده جواد نکونام اینور اونور میبردش. من خیلی نمیفهمم مردم یعنی انتظار دارن نکونام یه راننده داشته باشه که طرف صرفاً راننده است مثلا اگر جای میبردش، یا خودش حتما بشینه آقای زواره‌ای با یه ماشین دیگه بره. من این چیزا رو خیلی نمیفهمم، یعنی یه مقداری گیر دادنای بی خودیه که تو فوتبال ایران وجود داره دیگه، اصلا هم حرفه‌ای نیست ولی خب میگن دیگه. اینا درست نیستش. به هر حال ببینید در فوتبال امسال در سال گذشته ما بیشتر به شکل قانون مداری داریم پیش میریم و افراد با یک سری شرایط و تشریفات قانونی رعایت بشه و الان در فوتبال رعایت میشه، ممکنه خیلی از افراد با همکاری ادامه بدن و بعضی هم ادامه ندن. به هر حال ما تابع قانون هستیم. چرا نمیفهمن که وقتی یارو داره حرف میزنه حرفش تموم بشه بعد سوال بعدو بپرسن؟ من نمیدونم الان خبرنگارا نگاه میکنن اونم شبکه لحظه است چی چیه، اون یکی که مال صدا و سیماست، اون یکی فوتبالیه، اون یکی 360 اون یکی نمیدونم ورزشی است، اینا نمیفهمن وقتی طرف داره مصاحبه میکنه حداقل بعد سکوت کنن جمله طرف تموم شه بعد برن سوال بعدی؟ همش هم همه همش بی ادبی. نمیدونم والا یعنی این خبرنگاری تو ایران کی قراره درست بشه من نمیدونم، چون میگم اینا اگر خیلی ادعاشو میشه که آقا خبرنگاری خارجی هم سوالای چالشی اینا سوالای چالشی میپرسن با ادب و وقتی هم میپرسن به طرف اجازه میدن حرف بزنه، نه اینکه چهار نفر با هم حرف بزنن بهش حمله کنن انگار طرفو گوشه رینگ گیر آوردن. دیگه استقلال رسمی نمیشه، حالا قرار مدیر رسانه‌ای معرفی بشه. چون توییت هایی که راننده آقای نکونام دیگه مگه چند نفر میشناسید؟ مواضع آقای نکونام هستش که اصلا آقای زواره‌ای داره. بنده در مورد مقامات رسمی باشگاه صحبت می‌کنم. مثلا میگم این ادبیات راننده فلان واقعا درست نیست. من نمی‌دونم چرا اصلاً به این شکل نمی‌شه. من گفتم در مورد آدمای رسمی صحبت می‌کنم. یعنی زواره‌ای رسمی نیست ولی چون دوست نکونام همراهش اینور اونور میره، به کسی هم ربطی نداره. راستم میگه آخه. الان مثلا نکونام جای مثلا زواره‌ای با یه آدم دیگه به یه اسم دیگه اینور اونور میرفت، الان همه میگفتن اون کیه کنارش، به شما کی چه کیه؟ یعنی چی مگه مسئولیتی تو باشگاه استقلال داره؟ آقای یامگا عرضم به حضورتون که هنوز مشکل بینایی دارن و قرار شد که آخرین تست پزشکیشون گرفته بشه و اگر همچنان از یک چشم مشکل داشته باشن و قادر نباشند باشگاه حداقل تا نیم فصل ایشون خارج از لیست خواهد گذاشت و در خدمت ایشون خواهد بود. تمام مفاد و بندهای قرارداد همه به طور کامل اجرا خواهد شد و در کنارشون هست. آفرین. این کاریه که با یامگا شایسته شه. یامگا برامون خیلی زحمت کشیده و مسئولیتش هم با اشتباه خودمون تو باشگاه خودمون سر تمرین اتفاق افتاده، بنابراین استقلال باید تمام اون وظایفی که داره نسبت بهش انجام بده. امیدواریم حالا بینایش برگرده، ولی اگر هم برنگرده به نظر من استقلال باید کامل تا آخر قراردادش بهش پایبند باشه. صدی اگه ورزشگاه آزادی به شروع لیگ نخبگان نرسه، پلن استقلال برای میزبانی سیمای آسیایی چیست؟ ببینید عرضم بود الان به ما قول دادن که خواهد رسید، به خاطر اینکه برای مسابقات اواخر شهریور ماه هست شروع میشه، به ما قول دادن که خواهد رسید. اگر نرسه خب استادیوهای دیگری در سطح کشور هستن که تاییدیه اف سی رو دارن و میتونه مسابقات انجام بده. ببینیم پس آزادی نمیتونه میزبان فعلا باشه، میگه آخر شهریور قول دادن که برسه. امیدواریم دروغ این دفعشون راست باشه، چون مسئولین ورزشگاه آزادی از این دروغای فهم می‌کنم چند ساله دارن این دروغا رو میگن. من نمیدونم این بودجایی هم که از دولت میگیرن که اونجا رو بازسازی کنن و کی میخوره که باشگاه درست نمیشه رو ورزشگاه درست نمیشه رو من نمیدونم، ولی بالاخره اون باشگاه درست نشده، وضعیت هم داره ادامه داره همینجوری میره و استقلال هم اصرار داره که بره تو ورزشگاه امام رضا مشهد بازی کنه. نمیدونم چرا اجازه نمیدن، یعنی کسی تو مشهد که اجازه نمیده فوتبال توش برگزار بشه؟ کسی تو مشهده که باعث شده تیم لیگ برتریشون سقوط کنه و مردم مشهد لذت نبرن از فوتبال؟ اگر قرار بوده اون آدم نظر فوتبال تو مشهد برگزار بشه، برای چی اجازه دادی استادیوم به این خوبی با پول مردم ساخته بشه بعدن کسی توش بازی نکنه؟ استادیوم به اون خوشگلی، چمن به اون عالی، بعد خالی بمونه همینجوری؟ چون بعضیا نمیخوان که فوتبال اونجا باشه، چون شاید
فوش داده بشه، حتک حرمت بشه، یعنی چی؟ آخه واقعا خیلی بی‌معنی، یعنی میگم پول مردم، پول بیت المال بعد اینقدر راحت حیف و میل بشه؟ خروج هم صحبت می‌کنیم، معلوم شد دادن تحویل شما، دادن به کجا رسید لیست خروج بازیکنایی که حالا قرار نیست باهاشون ادامه همکاری؟ و اکثر بازیکنام که قراردادشون تموم شده بود چند نفر هستن، عرضم به حضورتون که آقای سینا سعیدی فر بود، آقای محمد جوادی کیا بود، چند تا مثل این بازیکنا هستن که به عزیزان گفته شد که به دنبال انتخاب باشد. تیم باشن و باشگاه باشن. مثلا اینا مون پس اون 5 تا دروازه‌بانی که داریم خب بعد برن، خب چند تاشون بعد برن. مرادمندم صحبت می‌کنید باشه سوال من خبری که مثلا که تمدید قرارداد کردم ولی حالا فعلا در تمدیدات استرا حاضر نشدم. آقای مراد من که از بازیکن شایسته و خوش اخلاق چه از فنی چه از اخلاقی هستند، جز اون بازیکن یک ساله بودن که باشگاه میتونه با نوتیس قرارداد ایشونو یک سال تمدید بکنه، منتها یک ابهامی در آیین نامه بود که آیا صرف همین نوتیس کفایت میکنه یا قرارداد مجدد ثبت بشه. ان شاء الله که دو زاینده با ایشون جلسه خواهیم داشت یا با ایجنت ایشون خودشون که در این خصوص تعیین تکلیف شده. هنوز پس قطعی نیست که مرادمند میخواد بمونه یا نه، یه مقداری بحث برانگیزه. آها ما 4 تا دفاع وسطمون داریم، اگر مرادمندم بخواد بمونه، البته من خودم تایید میکنم که بمونه بهتره، به خاطر اینکه ما قراره تو 3 تا مسابقات بسیار بسیار بزرگ و سخت بجنگیم. شما حساب کنید خب تو لیگ برتر که بعد 30 تا بازی بکنیم، 8 تا بازی هم که قطعا باید توی لیگ نخبگان انجام بدیم که من مطمئنم استقلال به مرحله بعدی میره و تو مرحله بعدی هم حداقل 2 تا بازی باید بکنه، یعنی من کفه کفه کف 10 تا بازی میبینم که استقلال باید انجام بده تو لیگ نخبگان، 30 تا هم که تو لیگ میشه 40 تا، تو جام حذفی هم که خب یکی دور اولی که داریم با این تیم هم که دیگه نمیتونیم چند مرحله بالا نریم، شاید 4-5 تا هم باید اونجا بازی کنیم، بازی دوستانه وسطش هم هست و اینا، یعنی باید یه چیز نزدیک 50 تا بازی تو یک سال آینده انجام بدیم. بنابراین هر چقدر اسکواد پر عمق‌تر باشه بهتر. آقا اومدیم و مثلا سیلوا خدایی نکرده یا سهرابیان مصدوم شد، بعدش فلاح میمونه و بعدش مصدوم اگر اون بشه یا محروم بشه بعد کی جاش بازی کنه؟ خب یه بازیکنی باید وجود داشته باشه که جایگزینش بشه. ادامه مصاحبه. اسلام در خصوص شکایتتون از آقای درویش هم بفهمید الان به کجا رسید، امروزم که در کنار هم بودید، بالاخره چی شد اون قضیه؟ اون مسائل به هر کار خودش رو داره انجام میشه دیگه، حالا انشالله ببینیم چی میشه. ما دنبال تنش در فوتبال نیستیم، با دنبال احترام به همدیگه هستیم و قانون مداری. این بحثی هم که در مورد درویش و سمی شده که با هم دیگه هم بیرون اومدن، سمی و خب باشگاه استقلال اعتراض شدیدی کردن نسبت سهمیه‌های سوخته آفساید پلیس که فدراسیون فوتبال داره به زور سعی میکنه که اونا رو برگردونه، ولی با هم دیگه اومدن بیرون، احترام هم دیگه هم داشتن، حتی اون درویش اون بی‌ادبی که کرده بود در مورد لهجه های سمیر هم یه جوری سمیری بی خیال شده، ولی خب خیلی هم ازش خوشش نمیاد، یعنی کی از آقا درویش خوشش میاد به اون تصویرش، ولی خب بالاخره میگه ما دنبال تنش نیستیم، ولی خب حقو باید بگیم دیگه. حالا باید ببینیم در ادامه چی میشه. سمی خیلی به نظر من عصبی برخورد کرد، کاملا معلوم بود که عصبانی شده از بعضی از مسائل، ولی خب جوابو داد، به نظر من همچین کار عجیبی نکرد. حالا که مصاحبه تموم شده بریم با هم دیگه روزنامه ها رو ببینیم، اون جایی هم که میخوره به اون نقاطی که گفتم آیتم های جذابی براتون دارم هم با هم دیگه یکی یکی بررسی میکنیم. روزنامه اول روزنامه خبر ورزشیه که از راست بالا شروع بکنیم. مدیر عامل استقلال خبر داد نکونام زیلیکیچ را میخواهد، کاکوتا هم میآید. تو همین مصاحبه بود که دیدید. سمت چپ بالا درویش 5 بازیکنم از لیگ برتر به تیم ملی معرفی نشدند، با پرسپولیس شدن عطی‌الله موافقت شد. یه نکته خیلی مهمی که درویش میگه که من استثنا با درویش موافقم، راست میگه، میگه که لیگ ایران سطحش بسیار بسیار پایینه و برای همین باید بری خارجی بگیری. من باش موافقم. حرفی که نکورام هم در عمل زده و رفته اون کسایی که تو فاز هجومی میخواد کاملا رفته خارج از ایران برده، چون ایرانی‌ها توی فاز هجومی واقعا خوب نیستن. سردار یه استثناست که بخوای سردار رو بیاری بعد 6 میلیون یورو یا دلار خرج بکنی همچین مهاجمی رو داشته باشی. بقیه مهاجمای ایران 500 هزار تا هم نمیارزن. بریم سراغ تیتر بعدی. مبینا نعمت‌زاده ستاره‌ای برای آینده تکواندو. خب بریم در مورد خانم نعمت‌زاده چند تا عکس و ویدیو ببینیم. این عکس ایشونه که خب دست آورده بالا و آماده بوده برای مسابقه که اومد و برامونم مدال گرفت، و مدال ایشون هم اینجوریه که وقتی روی سکو رفت میبینین که مدالشو داره چجوری نگاه میکنه. سنش هم بسیار کمه و میتونه تو المپیکای آینده هم برامون بدرخشه. اما مصاحبه هایی که کرد بعد از قهرمانیش خیلی به نظر من ضایع بود، یعنی اینکه
اولا من مدالمو به این تقدیم کنم، اینو این کارو بکنم، اونو این کارو بکنم، یه مدل شبیه پاچه‌خواری بود و اینکه بخواد یه سری امکاناتی در آینده بگیره. و بعدم گفت که میخوام چون کنکور نداشتم نتونستم بخونم برای این مداله، میخوام که من بتونم برم دانشگاه. ببین قانون قهرمانان المپیک، چه حالا طلا طلا نقره و برنز اگر بگیریم، کسی که مدال المپیکی داشته باشه تو هر دانشگاهی از کشور، حتی دانشگاه تهران که خود منم فارغ التحصیل دانشگاه تهران هستم، میتونه بیاد تو دانشگاه به این معتبری درس بخونه. اما تربیت بدنی قرار نیست این بیاد با مثلا این، چون معلوم بچه ورزشی بیشتر حواسشون به ورزششونه تا اینکه بچهای درس خونی باشن. قرار نیست بیاد مهندسی بخونه، قرار نیست بیاد پزشکی بخونه، که بعد بیاد تربیت بدنی بخونه مثل بقیه، مثل اکثر ورزشگاه فوتبالیستا کشتیگیرا. تربیت بدنی باید بخونه، بعدم بعد تو رشته خودش شروع کنه به کار کردن، نه اینکه بیاد یه رشته حالا مدل اینایی که برای درس خوناست به قولی بخونه. یه مصاحبه هم ازش در آوردن که مال 7 سال پیش، خیلی مصاحبه جذابه. مصاحبه رو گوش بدین. And what is next for you in taekwondo? چه چیزی در آینده تکواندو برای تو هست؟ از اونجایی که پیرشه در بخش بانوان بوده باشه، امیدوارم من بعد از کیمی علیزاده بتونم دومین مدال المپیک بگیرم. گفت چی؟ گفت میخوام بعد از کیمی علیزاده دومین مدال المپیک زنان ایران رو داشته باشم، که 7 سال پیش این قول داده و به قولی تلاش کرده و تونسته مدال کیمیا رو تکرار کنه. برای صدا و سیما متاسفم که وقتی اومده این بازیکن الان برنز رو گرفته، اومدن گفتن تکواندو بعد از 13 سال تونست مدال المپیکی بگیره. واقعا خجالت بکشین، یعنی میخواین با تحریف تاریخ بگین که کیمیا علیزاده برای ایران مدال نگرفته؟ چون طرف از کشور رفته بیرون دیگه مدالش برای ایران حساب نیست؟ واقعا خجالت آور رفتاری که صدا و سیما داره، که حالا جلوتر یه ویدیو هم داریم که اونجا هم یه سانسور عجیب و غریب آبروریزی کردن. واقعا باید خجالت بکشن. کیمیا علیزاده با تمام وجودش برای ملت ایران جنگیده و تونسته مدال بگیره و اولین زن تو تاریخ باشه که برای ایران تونسته مدال بگیره و همیشه اسمش هم تو تاریخ ایران ثبت میمونه، هر کی هم هر کاری دلش میخواد بکنه. این خانم نعمت‌زاده هم تونست تکرار بکنه، اونو ارزش داره کارش، ولی یادمون نره که دومین نفری بوده که تونسته این کارو بکنه. اگر یه خانومی در آینده بتونه نقره یا برنز بگیره، تازه تونسته رکورد خانم کیمیا علیزاده رو بزنه. بریم سراغ ادامه روزنامه خبر ورزشی. این بر اومده نوشته سرلک به پاریس رسید، تیم آزاد کامل شد، امروز روز یزدانیست. یه اتفاق جالبی توی کشتی افتاده. ایران خب میدونین که توی 5 وزن از 6 وزن آزاد تونسته بود سهمیه المپیک بگیره و یکی رو نتونسته بود بگیره. توی اون وزنی که ما نتونسته بودیم سهمیه بگیریم، یکی از کشتیگیرای المپیک مصدوم میشه و باید یه جایگزین بگیرن که ایرانیه اون رنگ بعدی بوده که اجازه داشته که وارد بشه، و برای همینم آقای سرلک به مسابقات رفته که امروز هم قراره کشتی بگیره. کسی که 2 ماه تو اردو نبوده و قطعا آمادگی نداره، هیچ کس ازش فکر نمی کنم انتظاری داشته باشه برای موفقیت. اینجا بعدی نوشته اسماعیلی و محمدی ایران را شاد کردند، هر دوشون به فینال رفتن که امروز میتونن 2 تا طلای دیگه برامون بگیرن. شب آفتابی کشتی فرنگی. پایینش زنده باد وی آر، زنده باد چلنج، مدال افتخار برگردن کشتی. اسماعیلی یادتونه که چند ماه پیش تو مسابقات جهانی قبل از اینکه بازی تموم بشه داشت خوشحالی میکرد که کوبایی رو برده، پشتشو کرد بهش، یارو اومد فن زد بردشو، بعدم رفت طلای مسابقاتو گرفت. این دفعه اون کوبایی رو برد، بعد که رسید تو نیمه نهایی برای اینکه ببره، در حالی که جلو بود 5-0 و هیچ نیازی به فن زدن نداشت، فن زد و خودش رو پل گیر کرد و ضربه فنی شد. اما چون بدنش کاملا خارج از دوشک بود، چالش دادن مربیان و بازی برگشت. این بچه رو یکی باید گوششو بپیچونه درست کشتی بگیره. با آدمه که انقدر فنی خوبه، یه مقدارم به نظر من باید دقت بکنم از این بی تجربه یا دیگه نکنه. درسته 21 سالشه، ولی آخه یه بار 2-3 ماه پیش پوست ملت رو کندی با این اشتباه، دیگه از این اشتباه امیدواریم نکنه. امیدوارم واقعا توجیه بشه. یه آدم چهرهش هم نگاه میکنیم موقع بازی، کاملا یه آدم حرف گوش نکنه، تفلک مربیاشه، عذابی میکشن از کار کردن باش. روزنامه بعدی که با هم بررسی میکنیم روزنامه گله. موبینا برنز گرفت و تاریخ ساخت، دخت درخشان ایران. تیتر به نظر من غلطه. موبینا برنز گرفت و تاریخ را تکرار کرد. تاریخ ساختن کاری بوده که خانم کیمیا علیزاده انجام داده. تلسم زرین کاروان ایران با ساروی شکست. طلای فرنگ.
خب طلایی که آی ساروی گرفتن که به نظر من فوق‌العاده بود. این عکس بسیار بسیار جذاب و داریم از آقای ساروی میبینیم با پرچم که دارن خوشحالی میکنن. عکس دومی که میبینیم بوسه ایه که داره به مدال طلای المپیک میزنه. بسیار بسیار شایسته بود بازیش با الکسانیان معروف، فوق‌العاده بود و الکسانیان اصلا در حدش نبود و یه طلای کاملا مقتدرانه گرفت که باعث شادی همه شد. حالا بریم مصاحبهش رو ببینیم بعد از اینکه تونسته طلای المپیک رو ببینه، ببینیم آقای ساروی چی میگه. حالا خیلی تلاش کردم، خیلی از دور از خانواده دور است، همه اون چیزایی که ورزشگاه رفیعی تحمل میکنه خدا رو شکر میکنم، اونطور شکر میکنم تونستم مورد زحمات هم بگیرم. خدا رو شکر، خدا رو شکر. حادی از تو خیلی ارزش داره، مردم همه دعا کردن. عزیز تشکر میکنم از همه مردم عزیزم، از کادر فنی، از مربیای عزیزم، از پرسنل خانه کشتی، از همه اون دوستایی که توی این مرحله زحمت کشیدن، حمایت هم کردن، خانواده عزیزم، دوستان، عملیان، خدا رو شکر میکنم تونستم دلشون رو شاد کنم. از استادایی که اینجا نبودن، آقای قاسم رضایی، آقای توکلی عزیز و دکترای عزیز تیم که الان تو کنار ما نیستن تشکر میکنم، انشالله که تونسته باشم دلشون شاد کرده باشم. این آدمی که کنار آقای ساروی خیلی آدم دوست داشتنیه، فکر میکنم ایشون کسیه که تونسته ساروی رو کشف کنه، مربیش بوده از بچگی و این بچه رو بزرگ کرده و به اینجا رسونده. وقتی قهرمان شد اشکایی که میریخت قشنگ عشقایی بود که یه پدر برای به عشق بچهش، برای موفقیت بچهش میریزه، که خیلی خیلی صحنه جذاب و تاثیرگذاری بود که واقعا هم لذت بردیم. حالا لحظه‌ای که حالا قهرمانیش مشخص میشه، ببینین تو شهر خودش که آموله و حالا اومدن یه سری پرده زدن و دارن تو شهر نزدیک خونه‌شون مثل که اینو پخش میکنن، ببینین مردم چه خوشحالی میکنن. دسته حالا کمتر از 10 ثانیه، شما هم هموطن عزیز شمارش معکوس رو بشمارید. 4 ثانیه، 3 ثانیه، 2 ثانیه، 1 ثانیه، تمام. خدایا ممنونی، دسته نباشید. واقعا مردم ایران به نظر من شایسته خیلی خیلی بیشتر از این شادی ها هستن. امیدواریم از این اتفاقا زیاد بیفته و بچه‌ها بتونن امروز هم با دو تا طلای دیگه خوشحالمون بکنن. حسن یزدانی هم بره فینال، برای روز بعدتر هم بازم یه طلا برامون رزرو بکنه. تکواندو هم داریم، خانم نایکیانی با کیمیا علیزاده بازی داره که بسیار بسیار بازی جذابیه. کیمیا علیزاده مربیش ایرانیه، البته برای تیم بلغارستان، مدیر تیمشون هم ایرانیه و بعد ببینیم چه اتفاقی میفته. یعنی قشنگ خانم نایکیانی رو میشناسه، المپیک قبلی هم کیمیا تونست ناهید کیانی رو ببره و بعد ببینیم این دفعه چه اتفاقی میفته. هر کدومشون قهرمانشان به نظر من جذابه. یعنی کیمیا علیزاده رو چون باهاش بد کردن و از ایران رفت، واقعا به نظر من نمیتونیم بگیم که مثلا ایرانی نیست، ولی دیگه فقط زیر پرچم نیست. حالا یه صحبتی هم که قبلا هم در مورد آقای ساروی کرده بودیم در مورد این عکسه که نوشته از سکوهای آبی تا سکوی المپیک آدی ساروی، با این چهره دوست داشتنیشون بین ما استقلالی‌ها بودن توی روز شلوغ ورزشگاه آزادی هم با اون همه تماشاگر رفته بودن و الان ایشون تونسته طلای المپیک بگیره، اولین طلای کاروان المپیک به نام یه تاجیه و بهش افتخار میکنیم. اما حالا بریم سراغ یه سوتی که نمیتونم بگم، یه سانسور احمقانه از صدا و سیما ببینیم. صدا و سیما چقدر مریضه. آقای ساروی میاد فن بزنه، با همدیگه میخورن به داور زن مسابقه و میفتن بیرون و خانومه هم میفته. ساروی میره دست میده و اون خانومه از زمین بلند میکنه، بعدم که میان وسط زمین یه جورایی دست میده و ازش عذرخواهی میکنه. الان این حرکت به غیر از اینکه پهلوانانه و قهرمانانه باشه، چه اسم دیگه ای روش میذارید؟ یعنی ساروی کار زشتی کرده، قراره مثل صدا و سیما بزنید محرومش کنین یا چی؟ اصلا این سانسور یعنی چی؟ یعنی با کار زشتی که این خانم الان لباسش ناجوره، یعنی چی رو دارین سانسور میکنین واقعا؟ یعنی واقعا من نمیدونم اون آدمی که تو صدا و سیما نشسته اصلا عقل داره، یعنی میفهمه داره چی کار میکنه، یا صرفا مثلا تا یه خانم میبینه سری میخواد یه چیزی رو سانسور. آقا آروم باش، من نمیدونم تو مشکلی داری، خودت در نظر روحی روانی جسمی مشکلی داری که اتفاقی برات میفته که سری بعد یه خانمو سانسور بکنی یا چی؟ یا آدم نرمال تر رو بذارین برای این کارا. و
وگرنه این بچه مگه چیکار کرد؟ خانم افتاده دست گرفته بلندش کرده، بعدم برای اسخای رفته یه دست دیگه بهش داده، اون وقت اون داره هی صحنه رو تکرار میکنه. از اون بامزه تر یه سری گزارشگرا هستن که حالا هادی عامل که توی ورزشگاه نشسته داره گزارش میکنه، یه سری ها که دارن رو تصویر گزارش میکنن میگن کارگردان پاریس خوب نیست، داره صحنه ها رو هی تکرار میکنه. آقل دوت نمیدونی مثل که داری از صدا و سیما مسابقه رو میبینی، نه مثل ما بیا اورجینالش رو ببین، حالا از شبکه های دیگه، حالا ما که خارج از ایران زندگی میکنیم، بیا از شبکه های اورجینال ببین این سانسورایی که میبینی مال صدا و سیماست. کارگردان فرانسه که داره المپیکو به طرف دادن کارگردانی بکنه قطعا خیلی کارش درسته، شما لازم نیست ازش ایراد بگیری. واقعیت اینه که صدا و سیمای خودمونه که یه صحنه رو صد بار تکرار میکنه دیگه، فکر کنم عقل هر بچه‌ای برسه ولی مثل که عقل بعضی از گزارشگرا نمیرسه. ادامه روزنامه گل رو بریم با هم دیگه ببینیم. سمت چپ بازی‌های خانگی پرسپولیس در ورزشگاه عراق، انتخاب استادیوم بدیوم خیلی جالبه. آفساید پلیس تو هفته اول با زوباهان قراره تو عراق بازی کنه، حیف که جای آلومینیوم عراق خالیه، وگرنه یه شروع طوفانی رویایی میتونست گاریدو داشته باشه مثل عثمان. عاقبت‌های هایجک و ترقه بازی به چه کسی معترضی آقای مورایس؟ خب خیلی‌ها میگن که اومدن مثلا به استقلال و آفساید پلیس مثلا اومدن هایجک زدن فلان کردن، اومدن اینا بازیکن خارجی فلان گرفتن و اینا، ولی عملا ترقه بودن اینایی که گرفتن و بیشتر دعوام سر صالح هردانی و وحدت هنانوفه که به نظر من وحدت اشتباه عجیبی نکرد. تو گل سوم یه مقداری بد دریبل خورد که اون دریبل فهم میکنم، شاید من خودم فهم میکنم تو دفاع وسطای ایران من فهم میکنم کنانی اون دریبل نخوره، فکر میکنم که سامان فلاح هم یا سهرابیان هم اون دریبل نخورن، ولی فکر میکنم اکثر دفاع ایران اون توپو دریبل میخورن، ولی خب یه ایراد از من ساله که خب خیلی بد بازی کرد. حالا بعد ببینیم سپاهان به کجا میرسه. میگم سپاهان خوش شانسه که سه تا بازی ساده اول لیگ داره، بعد ببینیم میتونه 9 امتیاز اونو بگیره و خودش از بحران خارج کنه یا نه. جواد نکونام نباید به حاشیه‌ها توجه کند، کارگرجم امسال اتفاقات خوبی برای ما رقم میخورد، کاملا باشون موافقم. در کنار علیپور یک مکمل سرزن هم میخواهیم. پیوس دروازه‌بان الجزایری جای بیرامند رو پر میکنه. خیلی به دروازه‌بان الجزایریشون خوشبینن، من اینقدر خوشبین نیستم، ما که خوشبینی بود اینه که بد باشه طرف که احتمال زیاد هست. توجیه ناکافی سمی بر درباره خرید شتاب زده گلر، چه کسی کیوسفسکی را تایید کرده بود که همچنان هم یه مبهمه و بعد ببینیم حالا با فسخ قراردادش استقلال چقدر ضرر میکنه. تیتر قبلی هم که زدم بهتون تو ویدیوی قبلی هم گفتم دروازه‌بان مسکی گرونی بوده و حالا بعد ببینیم چه اتفاقی میفته. روزنامه بعدی که با هم بررسی میکنیم روزنامه استقلال جوانه که ببینیم چه تیتری زده، اونا کاملا المپیکی بودن. اون بالا تاج، شکست سپاهان در نقش جهان باعث آبروریزی شد، تلاشمون رو برای میزبانی آبرومند استقلال و پرسپولیس از آسیا میکنیم. امیدوارم تلاش تاج جوابم بده چون همین الان تیم ملی هم آواره است. الان امیر قلعه‌نویی بعد از اینکه دید نقش جهان افتضاحه و نمیتونه توش بازی کنه، مثل که رفته فولاد آرنا رو ببینه توی اهواز ببینه میتونه بازی تیم ملی رو اونجا برگزار کنه یا نه. میگم من نمیفهمم چه اصراریه تو مشهد بازی نکنیم. مشهد زیباترین ورزشگاه و بهترین چمنو داره ولی قرار نیست توش بازی بشه، واقعا متوجه نمیشم. سمت چپ وینگر بوسنیایی تایید شد، سمی کاکوتا به زودی به تهران میاد. از اونجایی که زیلیکیچ تایید شد و دیگه سال بعد قراره برامون بازی کنه، یه ویدیو برای زیلیکیچ میسازم که کاملا با یه هایلایت بررسیش کنیم، گذشتهش رو ببینیم، تیمایی که بازی کرده رو ببینیم و ببینیم چه انتظاری میتونیم ازش داشته باشیم. چرا سهمیه خارجی پرسپولیس به استقلال دیگر تیم‌ها ربط دارد؟ چون در لیگ حضور دارن که همه تیم‌های معترض نیست هستند. تیم‌ها همه معترض، آخه ما نسبت به گل آفساید اونام خیلی اعتراض داشتن. همه هم میدونن تیم داره، یه تیمی کلا میگن یه لیگ که دیگه نیست. یه تیم برای خودش کار میکنه، 15 تا تیم دیگه دارن توی یه لیگی با هم دیگه بازی میکنن. این یه تیم بعضی وقات میاد مزاحم اینا میشه، باهاشون فقط بازی میکنه. وگرنه اون برای خودش بازی‌ها رو براش در میارن. مشهد برای میزبانی از آبوبچان هنوز مجوز ندارد، استقلال آواره و بی خانمان. مجوز ندارن، میدونین که مجوز فنی نیست، چیز دیگه ایه. گاف بزرگ یا جل در نام حریف تدارکاتی، کی دروغ میگوید؟ کی سر دیگران را کلاه میذارد؟ مشخصا باشگاه آفساید پلیس داره سر طرفداراشو کلاه میذاره. رفتی به اینکه آره اونجا رفتیم تو کمپه، اونا اومده بودن مثلا بازی‌ها رو اومدن هماهنگ کنن، اینجوریش خودت کور بودی؟
یعنی رفتیم مثلا با تیم بیکوز اسپورت بازی کنیم، بعد یه تیم آکادمی آفریقایی اومده باهاتون بازی کنه، نفهمیدین اسکلین، یعنی سطح فهمتون همینه. گاریدو بدبخت بس که تا دیده بازیکنه اونا رو فهمیده، برای همین تیم دومش رو تیم جوانانش رو گذاشته. یعنی سطح وقاحت هم واقعا حدی داره. بعد حالا درویش بامزه است، اومده تو مصاحبه گفته که ما اردوی هلندمونم هماهنگ کرده بودیم، یه سری از بازیکنها نتونستیم براشون ویزا بگیریم، برای همین کنسل شد، وگرنه ما اونجا بازیهای تدارکاتی رو آماده کرده بودیم. آره کرده بودی، آره مهمیم آفرین. یعنی این ببین خیلی هنره، یعنی بعد مدت ها دوباره یه آدمی رو میتونیم ببینیم که تو لنز دوربین نگاه میکنه و دروغ میگه. قانون مشخص است، آمار مشخص تر، فدراسیون حق شکستن قانون خودش را ندارد، همچنان دعواست. در تاریخ فوتبال هیچ قانونی به سود استقلال خم نشده، کاملا موافقم. انعطاف مقابل یک تیم که یک تیم رو قرمز نوشته، یعنی آغاز مهندسی فصل پیش رو، 100% همه موافقن. خریدهای نجومی به کار سپاهان نیومد، تحقیر آسیایی در نقش جهان متاسفانه. نمایش ضعیف خریدهای جدید سپاهان در آسیا که کاملا تحلیل کردم و آنالیزش رو میتونید توی کانال ببینید. کوین محبوب همه استقلالی هاست، مراقب باشید از یامگا یک پادوانی دیگر نسازید. کاملا با این تیتر موافقم. روزنامه بعدی که با هم بررسی میکنیم آوای استقلال، از اون بالا چپ بازیکن مد نظر استقلال وارد دبی شد، سفر این دود به ایران به تاخیر افتاد. این دنگ هم میاد خیلی دیر میاد، یه روز زود داره، به قولی سوخت و سوز نداره. نکونام با علم به این که باید جوابگو باشد تصمیم میگیرد بیاتینیا یامگا پادوانی دوم میشود، امیدواریم نشه. یامگا هنوز مشکل بینایی دارد، سمی کاکوتا تحصار را انجام داد و به زودی به ایران میآید. این تیتر هم به نظر من خیلی جالبه، آفتاب لگن هفت است، شام و نهار هیچی، استادیوم هایی که مایه خجالت هستن، واقعا مایه شم، یعنی مدیرعامل شعب و الاهلی کل فوتبال ایران و ملت ایران رو تحقیر کرد، یعنی گفت که ایرانی ها یه ورزشگاه ندارن، امیدوارم با تیمای ایرانی تو قرعه کشی نخوریم که مجبور شیم بیاییم تو ایران بازی کنیم. یعنی واقعا اینقدر تحقیر تا حالا نشده بودیم که به لطف مدیریت فوق‌العاده ورزشگاه این اتفاق برامون افتاد. تلاش خالد آبادی در تمرینات، امیدوار به جلب نظر سرمربی. خالد آبادی کاملا میتونه به عنوان دروازه دوم ماشه و هر موقع که مثل بازی با تراکتور تو فصل گذشته که 3-2 حالا محروم شد با اون بعد قضیه عراق و اینا، میتونه بیاد و برامون بازیه خوبی رو انجام بده. استارت 3-2 برای سومین دستکش طلا، امیدواری موفق باشه. رفعتی عنوان کرد چمن ورزشگاه تختی به بازی های اول استقلال و پرسپولیس نمیرسد، به دومی سومی هم نمیرسد، اون چمن رو چیکارش میخوای بکنی؟ نمیدونم حالا، امیدوارم دروغشون راست باشه و برسه. روزنامه بعدی که با هم بررسی میکنیم روزنامه شوت، اون بالا نعمت زاده شرمنده مردم شدم، نعمت برونز برای مبینا، میخواست طلا بگیره ولی خب به یه حریف قوی چینی خورد، زورش واقعا نرسید. ساروی انتقام تمام شکست هایم مقابل الکسانیان را گرفتم، واقعا این عکس هم خیلی قشنگه. قهرمان که شد اومد یه پشتک بزنه، نتونست پشتک بزنه، با سر رفت تو زمین، خیلی بامزه بود، واقعا دیگه انرژی نداشت. بعدش هم که رفت خوشحالی بکنه و وارد سالن پشت مسابقات شد، آهنگ شمالی گذاشتن و شروع کردن به رقصیدن که ساروی حال نداشت حتی دستشو بنده خود بالا بیاره، انقدر که بهش فشار اومده بود. سوریان، امیدوارم حماسه المپیک لندن تکرار شود. ببینید تو المپیک لندن ما با سرمربیگری محمد بنا تونستیم 3 طلای المپیک بگیریم، 3 طلای کشتی فرنگی بگیریم. الان کشتی فرنگی فعلا 1 طلا و 1 برنز داره، 2 فینالیست هم داره. اگر اون 2 فینالیستمون که من خودم خیلی امیدوارم به طلا گرفتنشون، جفتشون طلا بگیرن، نشیم 3 و 1 برنز، یعنی رکورد المپیک لندن محمد بنا شکسته میشه. یادمه وقتی که محمد بنا 3 توی کشتی فرنگی گرفت، همه گفتن این اتفاق تو تاریخ ایران تکرار نمیشه، اما داره تکرار میشه، اونم بهتر. ساروی اولین طلای ایران در المپیک 2024 پاریس رو ضبط کرد، ایستگاه طلا. سمت چپ سعید اسماعیلی و علیرضا محمدی امروز در فینال، امیدوارم هر دو طلا بگیرن. ایران با 1 و 2 برنز به رده 40 رسید، یه دفعه هم 20 رتبه اومدیم بالا که من نگاه کردم 2 طلا اگر بگیریم تا 17 هم میتونیم بالا بیایم. تازه حسن مونده، تکواندو مونده و وزنه برداری هم مونده.
مبارزه طلایی محمدی به کسب طلای امروز امیدوارم، ما هم به شدت امیدواریم. جالبه که روزنامه شوت یه دونه تیتر فوتبالی هم نزده. روزنامه بعدی که با هم بررسی میکنیم روزنامه محبوب خودمه، روزنامه تماشاگر با تیترهای بسیار جذابش. چپ بالا که زده مدال ها رسید، ولی اینجا ببینید چقدر قشنگ زده طلوع طلا. کاروان ایران دیشب به اولین مدال طلای خود در بازی المپیک پاریس 2024 رسید. محمد هادی ساروی تلسم طلایی را شکست و امشب هم دو فرانگار دیگر فرصت گرفتن طلا دارن. و پایین یه تیتر جذاب دیگه زده، برنز زرین. مبینا نعمت‌زاده تنها با 19 سال سن روی پله سوم سکوی المپیک ایستاد و به شگفتی ساز کاروان ایران تبدیل شد. به نظر میاد ولی شگفتی در کار نبوده. سرمربی تیم ملی تکواندو گفتن هر 4 تا ورزشکاری که بردیم شانس مدال دارن و تازه این اولی برنز بوده، یه جورایی شاید ضعیف‌ترین ما بوده، یعنی میتونیم بهترش هم بگیریم. حالا بعد ببینیم در آینده چه اتفاقی میفته. روزنامه دیگه که با هم بررسی می‌کنیم روزنامه فرهیختگانه. اون بالا همه ضرر و زیان‌های هست و شاگردان مورایس از آسیا برای فوتبال ایران. ضربه سپاهان به سهمیه ایران. مطمئن باشین نتایج ضعیف نماینده‌های ایران باعث میشه که سهمیه ایران کمتر و کمتر هم بشه. امیدوارم به شدت سپاهان و تراکتور تو چمپیونز لیگ 2 بدرخشن و یکیشون قهرمان بشه که بتونیم سهمیه‌مون رو توی لیگ نخبگان بالاتر ببریم. ولی نمیدونم میتونیم واقعا این کار رو انجام بدیم یا نه. اینجوری که شباب الاهلی تونه سپاهان رو له کنه، آدم نگران میشه که بقیه تیما مثل الاتفاق عربستان که تو سطح دو هستن بیاد همین کار رو تکرار کنه. تازه همین شباب الاهلی اگر زورش به الغرافه نرسه، اونم میاد تو چمپیونز لیگ 2 بازی میکنه و کار خطرناکه. سرلک از هفته آینده در تمرین قرمزها. بعد ببینیم این سرباز فراری بالاخره کارش به کجا میرسه. حسین نژاد پدیده لیگ حسینی شانس کسب دستکش طلایی. ببینیم. مبینا نعمت‌زاده دختر ایران با کسب مدال برنز در پاریس شاهکار کرد. کیمیا اینجاست. آفرین. این شد یه تیتر درست. یه کیمیا علیزاده جدید ایران پیدا کرده که از اونجایی که 19 سالشه احتمال اینکه 4 سال دیگه تو 23 سالگی اگر بتونه خودش رو حفظ بکنه، روحیه‌اش رو حفظ بکنه، شاید بتونه برای اون طلا تو قسمت بانوانم بگیره. حماسه هادی. هادی ساروی با برتری برابر رقیب قدرتمند ارمنستانی نخستین طلای کاروان ایران را به گردن آویخت. واقعا شاهکار کرد. شما هیکل الکسانیان رو میدیدین، یه هیکل تراشیده خوشگل که همه فهم میکردن میتونه طلا رو بگیره، ولی ساروی ما یه چیز دیگه است، یه مرد تاجی پرقدرت. آخرین ویدیو، آخرین روزنامه که با هم بررسی میکنیم روزنامه صدای سپاهانه که حالشون به قولی حسابی گرفته است. مجید بصیرت پیش کسوت سپاهان، سقف بودجه و لیگ حرفه‌ای با یکدیگر در تضادن. 100% موافقم. چجوری میتونی تیم حرفه‌ای داشته باشی بدون اینکه بتونی بازیکن‌های حرفه‌ای گرون قیمت هم بخری؟ و اگر قوانین احمقانه فدراسیون فوتبال عوض نشه، ما هیچ وقت تو آسیا هیچی نمیشیم. شب تلخ ارتش زرد با تحقیر در برابر یک رقیب نچندان قدرتمند، پرپر شدن رویای حضور در اولین دوره لیگ الیت در سطح دوی آسیا. انتظارات از سپاهان متفاوت است. کاملا موافقم، انتظار داریم سپاهان بدرخشه. دیلیت از الیت. ادامه ماجراجویی در لیگ دوی قهرمانان. امیدوارم موفق باشه. بعدش مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال با قلعه‌نویی مفصل صحبت کردم. او به جنبندی تازه رسیده است. بازی در زمین نقش جهان باعث مشکلات جدی برای تیم ملی میشود که صحبت کردم. قلعه‌نویی داره تو ایران راه افتاده، داره میره این ور اون ور که بتونه بالاخره یه زمین تو این کشور پیدا کنه که بتونه تیم ملی توش بازی کنه. لیگ ایران لیگ الیت خیلی زود برای ما تمام شد. سپاهان امیدوار است با اصلاح قوانین صرف بودجه بتوانند برای سطح دوی آسیا خود را تقویت کنند. بدون جذب خارجی با کیفیت اهداف بزرگ محقق نمیشود. کاملا باهاشون موافقم. سمت راست بالا بیانیه باشگاه. تا اتمام پروژه تعویق چمن نقش جهان، بازی‌های سپاهان به ورزشگاه فولادشهر منتقل می‌شود. بس روباهن و سپاهان هر دوشون توی فولادشهر بازی می‌کنن تا اون چمن مزخرف درست بشه. مدیر عامل سپاهان مهدی آذربایجانی: ضرر پایبندی به قانون را دادیم. امیدواریم با اصلاح بررسی قوانین دو بازیکن خارجی جذب کنیم. ما امیدواریم این اتفاق بیفته و اگرنه قراره توی آسیا تحقیر بشیم. اینم از اتفاقاتی که افتاده بود، اتفاقای بسیار بسیار شیرینی که برای کاروان المپیک افتاده بود. مصاحبه جنجالیه آی سمی که بعد ببینیم در ادامه راه چه اتفاقی میفته. خیلی دیگه به شروع لیگ برتر نمونده. هر موقع که کاکوتا بیاد و اندونگ بیاد و به قول اون با عکسشون با لباس مقدس استقلال بیاد،
حتما ویدیوشو براتون میگیرم، هایلایتاشون، آماراشون رو همه رو با هم دیگه بررسی میکنیم. زیلیکیچ رو هم به زودی ویدیوشو براتون منتشر میکنن تا قبل از شروع لیگ برتر کامل بدونیم که چه بازیکنایی داریم.